از آنالیز و بررسی قسمت 12 فصل 3 پدرخوانده شرلوک تا انتخاب بهترین و بدترین پلیر در این قسمت، از دیتای خارج از بازی و دانایی زیاد از حد دانایی تا تبعیض و پارتی بازی کامبیز دیرباز در این قسمت، از جیش الیکا عبدالرزاقی و اثبات سلامت بازی تا بازی غیر منصفانه و وارد کردن دروغ در بازی، امین علی نبویان یا آرش ای پی، همه و همه در این قسمت از کانال 13. رفقای کانال 13 سلام، من امین علی ام، شهروند بازی و از همتون بازی یاد میگیرم. آقا خیلی چاکریم، میدونم از نبودن من تو فصل 3 کلی دلتنگی کردین و به خاطر همین امین یه ترکیب سمی از امیرعلی و امین زده که نتیجه این مسخره بازی شده امین علی. آقا چند لحظه ای از آنالیز قسمت 12 با هم بریم جلو و بعد از ازتون خدافظی میکنم. اصلا سید خدا رو شکر بالاخره میزا عوض شد. البته همین بهتون گفته بود از چند قسمت آینده عوض میشه که میبینید از اون میزای تو دلی و تو بغلی هم در اومد. دومی خدا رو شکر من بابت آرش جان ای پیه که اون کت از تنش در آورد، واقعا رو اعصاب بود کت. موهاشم که گوجه‌ای بسته خیلی بیشتر بهش میاد. تازه شروع این نسبت هم با خوندن آرش بود که سیروس پاشو رقصید و سانسور شد. غریبه که نیستید، منم دارم خواست بخونم اصلا چی از آرش کمتره. پیش خودم نشستم گفتم چیکار کنیم، حالا گفتم یه دم بخونم براتون بد برم. کنار تو عشق هست، زندگی توی بهشت هست، بوی تو بوی فرشت. چطورم؟ اگه کامل ترشو میخواین کامنت کنید که تو اینستاگرام بذارو براتون. قبل از اینکه برم اینم بگم که این امین دهن سرویس یه افشاگری درباره من و پدرخوانده داره که به زودی ویدیوهاشو منتشر میکنه. خب رفقا خیلی خوشحال شدن، ارادات دارم و ایشالله به زودی من روسیتای مافیایی فصل بعد خواهید دید. پس فعلا خدافظ. چشمای تو ماهه، جون میگیرم تو نگام که. خب رفقا چطورین؟ آقا واقعیتش من سر ویدیو قبلی با هوش مصنوعی برای الگو ساختن امیرعلی زیاد زمان گذاشتم. گفتم حیف یه بار به عنوان مهمون ویژه امیرعلی نداشته باشیم. خلاصه امیدوارم که خوشتون اومده باشه و یکم تونسته باشم که سرگرمتون کنم. پس لایک همین الان بزنید که بریم سراغ آنالیز بازی. آقا تیم مافیا که افشین و مهران و مهدی مدرس بودن، یه جورایی از اول تابلو بودن. شانسی حتی تا کیاس هم رسیدن، اونم خودشون که نه مافیای خریداری به کیاس رسید. افشین زینوری که اصلا عالیه. اولش به فکت جوندار و بیجون از این حرفا تارگت زد به هوریه، اونم تارگت های تکراری با مهدی دانایی. اما قسمت جذاب داستان رو نمیدونم حواستون بود یا نه، من که خودم کلی خندیدم. افشین به عنوان پدرخوانده تو شهر معارفه میگه بریزید رو من، بعد کل شهر ریخ روش. داداش چیو بریزن رو تو؟ این کار واسه تو نیست که مثلا دو سایدی کنی این حرفا، از پس تارگت های یارات و شهروند و بر بیای. دیدی که تاریخ در رود زرد دادنت بیرون، تو خودت رو خودت تارگتی عزیز خوش صدا. بعد معارفه به کل دک تارگت میزنی به جز آنتونلا، یعنی خب بازم بشین اونجا میفهمه تو مافیایی. خلاصه بریز رو من نداره. وقتی میای تو دفاع میگی دفاعی ندارم و آرزوی موفقیت میکنی، کسی میگه بریز رو من که بابا پس خودش بر بیاد بیاد توی دفاعی حرکتی بکنه. تو سری بازی رو ترک کردی و رفتی پای صحنه که چک تصفیه حساب تو بگیری، انگار اصلا بازی به یه ور جناب اومایونی هم نبود. اما آقای ماتادور بازی جناب مهران خان میرزایی. مهران معارفه ترتمیزی داشت، با فکت خوب به افشین که هنوز نمیدونست یارشه تارگت زد. اما از یه جایی به بعد رسما گن زد، یعنی از همون اولش یه گاف داد که تمام معادلاتشو به عقب. بعد اینکه افشین به کل دک تارگت زد بهش گفت در خونه همه رفتی، شانس بعدت اینه که من بعدت نشستم. بشین بابا بچه، بابا خفن، بابا گندگو، خودت که در خونه همه رفتی به همه تارگت زدی به جز افشین. بعد که الیکا موضوع بهت گفت، گفت یادم رفت. بعد برای اینکه این داستانو بپوشونه پا میشه شلوغکاری میکنه و میگه کوبیده میگیرم و نکوبیده میگیرم و شیشلیک میگیرم و از این حرفا، یا پا میشه به سیروس میگه من انگلیسی بلد نیستم، این شو واسه فارسی زباناست. داداش اون که یه اجرای هماهنگ شده بود واسه خنده، تازه ترجمه همزمان هم داشت. اصلا این نوار خالیا چی بود تو ترن خودت پر کردی؟ همونجا دیگه هزار مافیا شده بود مهران. سوتی بعدی مهران این بود که الیکا بهش میگه راجب افشین اشتباه کردی، پس بهش رأی میدی بره بیرون؟ میگه آره. بعد افشین دفاع خاصی نمیکنه، اما باز مهران رأی خروج بهش نمیده، فقط رأی یک میده. کسی از شهروندا به این موضوع توجه نکرد. این خودش یه فکت دیگه بود برای مافیا بودن مهران. اینکه مهران تو لیست پلیرای بعد این بازی گذاشتم همین اشتباه بود. البته اشتباهات دیگه هم داشت، مثلا آدز دارک شات قائل شده بود، اونم واسه رضا. آخه برادر من نداره دارک شات واسه رضا، بی خیال بابا. یا مثلا فکت سینا رو برای سفید بودن مهدی دانایی متوجه نشد و میخواست به یکی سینا کینه،
آقا اصلا فکتو متوجه شد. یعنی بقیه نمیفهمن تو داری الکی سینا رو سفید میکنی. اگه سینا کین باشه که کیک میشه. مهران یه حرکت مثبت داشت تو این بازی، اونم دیفیوز کردن به موقع لئون بود که دقیقاً همون شب میخواست خود مهران رو شاد کنه. اما چیزی که بازی مهران تو این قسمت نچسبید به نظرم دروغی بود که وارد بازی کرد. بابا بچه پایین، بچه میدون خراسون، مشتی، بامرام، تو دیگه اسم بچه پایین رو خودت نذار که بچه پایینم دیگه گردنت نمیگیره. یعنی تو ته قالتاقی. از اون ور ادعای مرام معرفتت میشه، مثلا میگی که الیکا چون سکوته این ترن کسی نباید بره سمتش، بعد خودت تو همون ترن دروغ وارد بازی میکنی براش که میگی الیکا به افشین گفت مهدی دانایی شلوکه. این دیگه تهشه برادر من، اینکه تو سکوت طرف یه همچین دروغی وارد بازی میکنی، بعد از اون ور ادای آدم خوبا رو در میاری. اما نفر بعدی تیم مافیا یعنی سال گودمن بازی یا مهدی خان مدرس. مهدی هم که از اول با تارگت زدن شو، جایی هم که استعلام یه شهروند و یه مافیا اومد پشت دست مهران بازی رو هم زد که شاید دارک شات باشه که کنستانتین رو گیج کنه. مهدی زمانی که 3 نفر تو دفاع بودن خودش به مرجان مومنی رأی نداد که اگر رأی میداد کار به قرعه مرگ نمیکشید. تنها پوینت مثبت مهدی مدرس همون خریداری درستی بود که کرد. اما فکت دیگه که روی مهدی میشست همین بود که الیکا و مهران با هم یه سایب میکرد. حالا بماند که قدی هم به رخ کشید و کامیزم 2-3 باری تو روش زد که تو 1.92 سانتی و از این حرفا قشنگ داشت مسخرش میکرد. ولی خدا شاهده اندازه 3 سانت هم دفاع نکرد. وقتی برای بار آخر اومد توی دفاعیه گفت من هیچ دفاعی ندارم. من شبیه ناگاه نیستم. میگفت دلیل بیارید برای مافیا بودن من، که خود همین فکت مافیایی. آقا تا اینجا راجب 3 تا مافیایی اورجینال صحبت کردم که 2 تاشون یعنی افشین و مهران جز لیست بدترین ها گذاشتم. اما از اونجایی که نظرسنجی بیشتر از 4 تا گزینه نداشت نمیتونستم مرجان رو هم بذارم. اما همینجا میگم که ایشون هم جز پلیرای بد این بازی بودن. قطعا رأی بدترین پلیر رو نمی آورد، اما جا داشت که توی این لیست باشه. مرجان که کنستانتین بود بازم خیلی تو بازی نبود. بنده خدا کلا 2 قسمت مقدماتی شرکت کرد، هر دوش زیاد تو بازی نبود و زرد رفت بیرون. مرجان پشت دست مافیا بازی میکرد، بهشون رأی نمیداد، خلاصه همه جورا کمک مافیا بود تا شهروندا. یه چیزی که میگه کنستانتین فعلا کسی رو تو نیاره. حالا شما هم بگید نظرتون چیه، کنستانتین کسی رو بیاره یا نه؟ تابلو قشنگ معلومه کنستانتینی. دنبال اینه که ببینی بقیه چی میگن تو چیکار کنی. بعد خودش هم که تو رأی گیری رفت بیرون. اگرم نمیرفت بیرون بازم از ابیلیتیش استفاده نمیکرد که رضا که همشریک اینا رو بیاره. پس همون بهتر که رفت بیرون. خلاصه قصد آوردن رضا تو اون شب نداشت، خودش هم گفت. اون همه فکر رو افشین بود، بازم آدز دارک شات واسه رضا در نظر گرفت. تو دفاعش هم که بیشتر مثل سال گودمن حرف میزد تا کنستانتین. میگفت یه شب دیگه بذارید بمونم که گن زد با این دفاع. یعنی اگه سکوت میکرد میگفت دفاعی ندارم کمتر رأی میآورد. مرجان که واقعا جز بدترینا بود کارت سکوت برا رو جلوی 2 تا از بهترین شهروندا گذاشت. اما جای حرص خود منو درآورد که وقتی با مهران و مهدی اومد دفاع اول خودش رأیاش شمرده میشه و 3 تا رأی میاره. به مهران رأی نمیده هیچ، به مهدی هم رأی نمیده. که اگه به مهدی رأی میداد کار به قرعه مرگ نمیکشید، یعنی 4 تا رأی میشد مهدی. یعنی اول رأیای مرجان شمرده شد بعد رأیای مهدی. پس خانم پروفسور تو که کنستانتینی به هر قیمتی باید میموندی، حتی اگه با رأی اشتباه تو مثلا مهدی مدرس شهر بود بازم میرفت بیرون، تو باید تو این بازی میموندی. اصلا به هیچ کدوم رأی نداد و جالبه که خودش در معرض بیرون رفتن بود، بازم اصلا انگار نه انگار. این عجیب ترین کاری بود که آش خانم بین کارهای عجیب دیگه‌اش کرد. خلاصه که خیلی بد. اما حالا که داریم از بدا میگیم بریم سراغ رضاخان امیراحمدی. ایشون مجری و گوینده تلویزیونه و مثل اینکه خیلی از کلمه اعاده کردن خوشش میاد. آقا تکرار چشه که گیر دادی به اعاده. آقا رضا خودت تارگت شهری، با فکت درستم تارگت شهری، چرا شب اول از ابیلیتی کین استفاده نمیکنی؟ 2-3 تا تارگت محکم توی شهر هست، میخوای ابیلیتتو بکنی توی ویشت؟ کجات میخوای بکنی؟ واقعا همیشه گفتم بازم میگم، از کجا معلوم فردا هم تو بازی هستی که از ابیلیتی استفاده نمیکنی؟ مگه شیلد داری؟ مهران یا مهدی مدرس تارگت روشون بود، اصلا جهنم و ضرر. مثل بقیه دوستان کلاپس که کین میشن استعلام یه پلیر خوبو میگیرن، استعلام سینا، الیکا یا هر کی که به نظرت خوب بود رو میگرفتی، فقط میگرفتی، نه اینکه وقتی بیرون میری اینجوری هر 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 بخندی ابیلیتیت به چخ سگ بره. اما پاسابت لیست نظرسنجی بدترین ها آرش ایپی مسیح ببخشید. آقا تنها پوینت مثبت آرش تو کل این چند قسمت جوابی بود که به افشین داد. گفت بیجون خوندن چیه؟ چجوری باید بخونه که باجون باشه؟ یعنی همین هم توقع نداشتم که انصافا تو جدال با افشین پیروز از میدون بیرون بیاد. آرشو نمیفهم، خسته است، حال نداره یا کلن کلاسش به این داستانا نمیخوره. واسه رأی گیری هیچ وقت بلند نمیشه. بهش گفتن زیاد صحبت کن، اونم گفته ای به چشم. روز دوم پا میشه که 2 تا سوال میپرسه، آخرش هم میگه میخوام صحبت خانم مومنی و مهدی مدرس رو بشنوم.
خسته نباشی آرش جان، تاثیرگذار بود. یعنی اصلا تو حرف که نزدی، فقط گفتی بس میخوام ببینم این چی میگه اون چی میگه یا نظر شما چیه. البته یه پوینت دیگه هم آرش داشت انصافا. به مهران میگه اگه میخواستم با دست خودم بازی کنم، مهران عزیز، صد شما رو مافیا میخوندم و میگفتم به همه بدنت بیرون. دوستم باید بازی کنم تو بازی باش. صد شما رو مافیا میخوندم و میگفتم همه بدنت بیرون. اوه بابا اجماع کنه کی بودی تو؟ قوی، پرفکت، راننده اتوبوس شهر، خفن. بیا واسه ما اجماع جمع کن شدی. کلا آرش صحبتاش همینا بود. یه جا هم به مهدی مدرس گفت یه چیزی بگو، یه چیزی به بازی اضافه کن. داداش تو خودت به من بگو چی به بازی اضافه کردی؟ تو خودت مگه حرف میزنی؟ حالا به اون میگی یه چیزی بگو. دمت گرم. اصلا آرش ای پی تو عالی هستی. یعنی دوست دارم که اصلا باشی. عین جواد خیابانی که آوردنش فینال، تو هم بیای فینال. تو رو نداشته باشیم چیکار کنیم اصلا؟ اما سلاخی آرش، خدا شاهده که شانسی سلاخی کرد. یعنی کلی فکر کرد، بعد گفت مری دانای شهر. داداش میگه نقششو بگو، میگی شهره. خلاصه کامبیز گفت چه نقشی؟ فکر کرد و یکم فکر کرد و اینا، حالا یا بهش رسوندن یا یه چیزی الکی پروند و درست از آب در اومد. حالا اینکه چقدر با این حرکتش که دکتر رو سلاخی کرد به باخت شهر کمک کرد، میتونید توی نظرسنجی بدترین ها و خودتون نتیجهشو ببینید. طبق نظرسنجی آرش جان ایپی موفق شد بدترین پلیر این بازی باشه، اونم با اختلاف. و طبق توضیحاتی که دادم، افشین زینوری نفر دوم و رضا میرحمدی و مهران میرزایی به ترتیب سوم و چهارم شدن. البته گفتم مرجان جاش به شدت توی این لیست خالیه. به نظرم اگر می بود احتمال سوم بدترین ها حداقل رو شاخش بود، شاید هم دوم میشد اصلا. اما بریم سراغ بقیه و بهترین های این بازی. قبل از بهترین ها دو تا پلیر بودن که این وسط ها نه بد بودن نه خوب. نمونهش سیروس همتی. به نظر میاد که سیروس لباس رامین راستاد پوشیده، حالا کار ندارم اصلا به ما چه. اما سیروس برخلاف تصور و قسمت قبل خیلی بد بازی نکرد، یعنی از دفعات قبل بهتر بود. قبل معرفه به سه نفر تارگت زد که مهران و افشین توشون درست بود، یعنی دو تا از سه تا درست دارم. روز اول به فکر این که از کسایی که به افشین رأی ندادن یه مافیا هست، میگه بین مهران و مهدی مدرس اجماع کنیم. روز چهارم بعد از رأی گیری اون سه نفره، اولین کسی که راجع به صفر رأی بودن مهران صحبت کرد سیروس بود. خلاصه اشتباهی نداشت، نسبتاً هم خوب بود. فقط چالشاش خیلی عجیبه. مثلا چالش میگیره دو کلمه میگه میشینه. یعنی قبل از اینکه پاشه میشینه، تو هم حالت نیمخیز حرفشو زده. مثلا یه بار چالش میگیره میگه انگلیسی صحبت کردن از قبل هماهنگ، تموم شد. یه بار دیگه چالش میگیره تو هم حالت نیمخیز میگه که سکوت انضباطی بودم، حق رأی نداشتم. داداش سکوت انضباطی بودی دیگه، حق رأی چیه؟ تو کلاس هم تصمیم درست گرفت، اما در مجموع نه خیلی خوب بود نه خیلی بد. بازی نسبتا منفعل و متوسطی داشت، ولی بازم دارم میگم از قبل بهتر. اما حوری خانم مقدم، حوری هم مثل سیروس بازی نداشت که نه تو لیست بهترین باشه نه تو لیست بدترین ها. بازی حوری در کل بد نیست. شب سوم شاتش روی مهران درست بود، اما بسته بودنش همون شب. ولی شب بعد مهران رو شاد کرد، اما تو روز خیلی تاثیرگذار نبود. حالا نظرم رو راجع به کیاس بگم. ببین رفقا، وقتی میگم سناریو باگ داره، درسته جذاب میکنه آخر بازی، اما این خریداری و فیس آف و این داستانا بازی از منطق خارج میکنه. یعنی آخر بازی هر کی توی این موقعیت قرار بگیره میتونه اشتباه کنه. پس ما اگه این سناریو رو پذیرفتیم، باید اشتباه پلیر تو کیاس هم بپذیریم، بهش حق بدیم. از طرفی بنده خدا دوتا آقا افتاده بودن بهش، هی سرش داد میزدن. اصلا دیگه تصمیم دست خودش نبود، نمیتونست عقلانی تصمیم بگیره، اینقدر این دو نفر بهش فشار میآوردن. بماند که دوربین و این داستانا هم بالاخره جو سنگین میکنه. در کل بازی حوریه سوسو بود، نه خوب بود نه بد. یکی از باگای بازی حوریه هم بگم که سینا زد زیر نقش حوریه، که اونجایی که گفت یه میز رفته بیرون و توجه کنید از این حرفا، بازم به سینا دست داد. و قبل از اینکه بریم سراغ سه نفری که موندن، یعنی بهترین پلیرای این بازی، از کامبیز یه نکته بگم. آقا کامبیز قشنگ رفاقتی و ناعادلانه با پلیرها برخورد میکنه. همونطور که با یه کلمه سینا سکوت انضباطی داد بهش، اما به مهران که جواب الیکا یا مهدی دانایی رو یه بار دیگه داد، سکوت انضباطی نداد. یا اصلا سیروس که انگار عشق کامبیزه، اونم بعد از سینا حرف زد اما سکوت انضباطی نگرفت. یا داشت رفاقتی برخورد میکرد، یا اینکه میخواست یه بار جدیتش رو نشون بده که بگه ببین به سینا رازانی سکوت دادم، پس بقیه هم حواستون جمع باشه، که عمرن هیچکی حواسش جمع نشد، بازم حرف میزدم ولی هیچکی دیگه سکوت نگرفت. اما الیکا خانم عبدالرزاق، با من نمیدونم این الیکا جیش داشت یا استرس، ولی بهش نمیومد که استرس داشته باشه. ببین نگاه کنی از اول تا آخر بازی پاشو تکون میداد. میذاشیم بنده خدا یه سرور دستشویی دیگه تو خودش داشت میریخ. آقا به ما اثبات شد شما دیگه حق دستشویی هم به کسی نمیدین که تقلب نشه. اصلا همین جیش الیکا سند سلامت بازی شما شد، ولی مسانش ترکید به خاطر سند سلامتی بازی شما.
قسمت 19 هم که منتخب لیگ مردمی بود و یادتونه فصل قبل اون بابا برای دستشویی از بازی کیک شد. الیکا هم از ترس از اینکه کیک نشه، کیک جیش نشه، تو خودش ریخت و اول تا آخر پاشو تکون داد. یعنی از الیکا میشد بخت تولید کرد اینقدر که تکون بود. الیکا واقعا پلیر خوبیه، پلیر درجه یکیه. هم باهوشه، هم با حس ششم قوی، هم فک محوره. اوکی، کاملا داره خوب بازی میکنه. اما من یکم، فقط یکم به بازی الیکا و مهدی دانایی مشکوکم که میگم. اول فرضو میذارم روی سلامت بازی و طبق اون صحبت میکنم. الیکا روز اول چالش میگیره و مچ مهران میگیره که افشین تو لیست نبود. ترن خودشم که آخرین نفر بود به مهدی دانایی گفت باید بازی میشه. آقای رضای آدرم سفید کرد که شعر ریخته بود روش. یه جا تو ترنش گفت مهدی مدرس و مهران دارن فضا رو سمی میکنن که کنستانتین نتونه تصمیم بگیره. پس مهدی مدرس یا مهران حداقل یکیشون مافیا هستن. فکت خوبی برشون آورد. آخرش هم که سینا رو برای خریداری پیدا کرد. یه روز کامل سکوت بود اما تارگتاش درست و بافک و تونست جز بهترین ها و بقیده خیلی ها بهترین این بازی باشه. اما مهدی دانایی مقدم. آقا من صادقانه بگم هنوز نتونستم متوجه بشم مهدی دانایی مقدم دیتای اضافی و دانایی خارج از بازی داره یا نه. تو بعضی از بازی ها این حس بهم دست داده. ببین یه چیزای مشکوک خدایی. قشنگ بازی میکنه. حتی اگه دیتای خارج از بازی داشته باشم با فکت میگه. اما جایی که منو مشکوک میکنه رو میگم الان. گفتم مطمئن نیستم، فقط شکم رو با شما در میون میذارم. مهدی بعد معرفه میگه سینا مافیاست، پس افشین تا حدودی برام سفیده. بعد یهو میگه مهران اینجا تو میز ما مافیا داری؟ بعد میگه احساس میکنم توی سایت نیستی. احتمال داره گردنت بگیرم. داداش والگری چیزی هستی؟ مگه داریم نگاش میکنی میگه احتمال داره گردنت بگیرم؟ چجوری؟ یکی از چیزایی بود که برام مشکوک بود، چون تا اونجای کار اصلا مهران صحبت منفی نداشت که بخواد سیاه بشه. بعدم که چالش میگیره میگه افشین مافیاست، اوکی افشین تابلو شهر برای تو هم مافیا شد، تا حالا سفیدت بود الان شده سیاهت، اوکی قبول. ولی یه دفعه چی شد که رضا رو سفید کرد؟ بعد تا فهمید که به اشتباه رفته پشت دست مافیا. اینم برام عجیب بود. خلاصه که مهدی اگه تارگتاش با همین فکتایی که میگه و دیتای خارج از بازی نداره باشه، من میگم اصلا تاپ پلیر این فصل مهدی دانایی و حلالش. اما اگه دیتای خارج از بازی داره که هیچ. البته اگه دیتای خارج از بازی هم داره که من یه آدز 20% براش قائلم، بازم دمش گرم. خودش با فکت صحبت میکنه، یعنی اگر دیتا هم داشته باشد باز هم اونا رو با فکت میگه. الکی نمیگه که برای مخاطب هضمش سخت باشه. در هر صورت پلیر خوبیه مهدی. اما بریم سراغ سینا رازانی. دیگه دیدیم سینا درست بازی میکنه، حتی تارگتای غلطش هم چون با فکت و استدلال به دل مخاطب میشینه. با فکت درست مهدی دانایی رو سفید کرد و گفت بین ماهایی که به افشین رأی دو ندادیم قطعا یه مافیا هست. سینا هم مثل الیکا متوجه شد که مهران و مهدی مدرس به این بازی تشکیک وارد میکنن. تشکیک یعنی شک وارد بازی میکنن که کنستانتین نتونه تصمیم بگیره. سینا بعد از خریداری هم خوب بازی کرد. پاشد گفت استلام نمیخواد، چون مرجان کارت سکوت گذاشت جلوی دوتا شهروند. با صحبتش من فکر کردم سال بود، من از طرفی هم دنبال نقش من بود، یعنی با همین ستا فکر یه جورایی خودش رو دوباره داشت سفید میکرد و مرجان سیاه بازی که از بازی خارج شده و استعلامی هم نگرفتن. یعنی بعد از خریداری قشنگ تونست بازی رو هم بزنه. زمانی هم که دوتا مافیا تو بازی بود احتمال داد که یه مافیا تو بازی بوده که احساس خطر کرده و خریداری کرده. یعنی همینجوری یه دونه از مافیا رو جلوی شهروندا کمتر نشون داد. از ساده بودن سیروس اوری هم تو کیاس به خوبی استفاده کرد و گفتش که سیروس تو میدونی که مافیای خریداری تو بازی نه اورجینال، برای همین تو پس آگاهی داری و سیروس تو مافیایی. خود همینم به بردنش کمک کرد. فقط وقتی که به 4 نفر رفت و به کیاس مخصوصا رسید یکم حرفای عجیب غریب میزد، همه چی رو به هم میبافت، اصلا معلوم نبود چی میگه، ولی در نهایت موفق. خلاصه با همه این اوصاف طبق نظرسنجی که گذاشتم سینا رازانی بهترین پلیر این بازی شناخته شد و بعد از اون با اختلاف خیلی کم الیکا خانم عبدالرزاق نفر دوم و مهدی دانایی نفر سوم بهترین های این بازی شناخته شد. رفقا بازم راجع به دیتا زیادی دارم میگم که یکم از اول مافیا یه دفعه همه با هم شو شدن، یه چیزایی هضمش سخت بود. شاید اگه حامد آهنگی تو این بازی مافیا بود مثل اون بازی قهر میکرد، بگفت من این مدل بازی بلد نیستم و از این حرفا. خلاصه نظر من اینه، میتونه یه دیتای خارج از بازی هم بوده باشه، ولی فقط در حد نظر خود من. نظر شما چیه؟ تو کامنت ها نظرتون رو بگین. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله رو فراموش نکنید. عزیزان خارج از کشور تنیس رو فراموش نکنن و مثل همیشه مراقب زیباییتون باشید و خدا نگهدار.